آشنایی با پدیده سلفیش ماینینگ. سلفیش ماینینگ یک استراتژی ماینینگ بیت کوین یا دیگر رمزارزهاست، اما تفاوت‌هایی با استخراج معمولی داره. تو این روش چند ماینر با هم ساخت و پاخت می‌کنن تا بتونن تسلط بیشتری روی یک بلاکچین داشته باشن و شانس استخراج بیشتری به دست بیارن. به این ترتیب درآمد بیشتری هم خواهند داشت. همراهان صفحه 333 سلام، با یه ویدیو دیگه همراه شماییم. ازتون میخوایم قبل از ادامه لطفاً به کانالمون سابسکرایب کنید و برای اطلاع از آپلود ویدیوهای جدید ما دکمه زنگوله رو هم روشن کنید. توی این ویدیو میخوایم در مورد پدیده سلفیش ماینینگ صحبت کنیم. پس این ویدیو رو از دست ندید و همراه ما باشید. ماینینگ یا استخراج در رمزارزهایی مثل بیت کوین عملیاتیه که در اون رمزارزهای جدید در بلاک چین که پایگاه ثبت داده تراکنش‌ها به صورت غیر متمرکز و شفاف تولید میشه. در عملیات ماینینگ باید یک سری از مسائل و معادلات پیچیده ریاضی با استفاده از کامپیوترهای قدرتمند حل بشه. این کامپیوترها توان محاسباتی بسیار بالاتری نسبت به کامپیوترهای معمولی و خانگی دارند. در ماینینگ، ماینری که معادلات رو حل میکنه، پاداشش رو به شکل کوین دریافت میکنه. اما ماینینگ چه سودی برای شبکه بلاکچین داره؟ ماینینگ ها با عملیاتی که انجام میدن، امنیت تراکنش های یک رمزارز رو در بلاکچین تامین میکنن. اونا برای این کار پاداش میگیرند. سلفیش ماینینگ یک استراتژی ماینینگ برای بیت کوین یا دیگر رمزارز هاست. در این روش گروهی از ماینرها با هم متحد میشن تا درآمدشون رو افزایش بدن. اونا با این کار میتونن با اتحادی که شکل میدن قدرت خود رو در بلاکچین متمرکز کنن و شانس بیشتری نسبت به دیگر ماینرها برای استخراج داشته باشند. ماینینگ خودخواهانه یک استراتژی استخراجه که در اون یک ماینر یا گروهی از اونها به وسیله تبانی کردن سودشون از فرایند ماینینگ رو افزایش میدن. نکته اینجاست که این اتفاق منجر به زدن ضرر مالی به ماینرهای درست کار خواهد شد. بیت کوین برای تمرکز زدایی در تولید و توزیع پول اختراع شد. اما به واسطه استخراج سلفیش شبکه به مرور زمان متمرکز خواهد شد. ماینرها میتونن با پنهان کردن بلاک های تازه تولید شده از بلاکچین اصلی و ایجاد فورک های جداگانه سود بیشتری کسب کنند. مفهوم سلفیش ماینینگ اینه که سایر ماینرها فریب بخورن و بر روی بلاک های دیگه‌ای کار کنن که معتبر نیستن. این شرایط نتیجه‌ای به جز رسیدن به بن‌بست نداره. با پنهان نگه داشتن بلاک استخراج شده در سلفیش ماینینگ از کل شبکه بلاکچین، حمله کننده خود رو جلوتر از سایر ماینرها برای استخراج بلاک بعدی قرار میده. برای مثال آلیس، باب، کارول و دن با سهم هر یک 25% رو در نظر بگیرید. آلیس، باب و کارول با قواعد بازی می کنند، اما دن سعی می کنه از سیستم برای منافع خودش بهره برداری کنه. در شرایط عادی توقع داریم ماینری که بلاک رو پیدا می کنه بلافاصله اون رو به شبکه اضافه کنه و این همون کاریه که آلیس، باب و کارول صادقانه در اون مشارکت می کنند. اما اگر دن یک بلاک پیدا کنه اون رو نگه خواهد داشت. دن حتی ممکنه شانس بیاره و پیش از دیگران دو بلاک پیدا کنه. فرض کنیم که 100,000 بلاک استخراج شده. حالا آلیس، باب و کارول برای ثبت بلاک 100,201 اومدن. دن اون رو پیدا میکنه اما این اطلاعات رو خصوصی نگه میداره. حالا دو شبکه وجود داره. شبکه عمومی و شبکه مخفی دن. در حالی که بقیه هنوز مشغول پیدا کردن بلاک 100,201 هستند، اون بلاک 100,202 رو هم پیدا میکنه. به این ترتیب شبکه دن دو بلاک جلوتره. وقتی دیگران متوجه میشن که فقط یک بلاک عقب هستن، اون شبکه خودش رو افشا میکنه. سلفیش ماینینگ باعث لطمه‌های فراوانی به دیگر ماینرها میشه. اما کسانی که این نوع از استخراج رو انتخاب میکنن، مزیت بالاتری نسبت به دیگر ماینرها دارن. در طول زمان سلفیش ماینینگ میتونه به افزایش هش ریت در استخر ماینینگ منجر بشه.
به این دلیل که ماینرهای دیگه هم با کسانی که سلفیش ماینینگ انجام میدن همکاری میکنن تا سود خودشون رو افزایش بدن. حالا اگر یک استخر ماینینگ بتونه اکثریت قدرت محاسباتی شبکه بیت کوین رو به خود اختصاص بده، ماینرهای این استخر میتونن به سادگی یک حمله 51% رو در بلاکچین بیت کوین انجام بدن. در این صورت همه درآمد ماینرها به جیب یک عده خاص سرازیر میشه. اگر استخراج خودخواهانه با موفقیت توسط یک یا مجموعه‌ای از استخراج کنندگان اجرایی بشه، سود زیادی برای اونها در پی خواهد داشت. هرچند بسیاری در این میان آسیب دیده و تمام تلاششون به باد میره. در بدترین سناریوی ممکن، مشوق‌های مالی سبب ترغیب ماینرها به همکاری با سلفیش ماینرها خواهند شد. این موضوع روی ماهیت غیر متمرکز بیت کوین به شدت تأثیر منفی میذاره. البته با نگاهی درست متوجه خواهید شد دوده چنین رفتارهایی در نهایت به چشم همه ماینرها میره. با سلفیش ماینینگ یا رفتارهای مشابه امنیت شبکه تهدید شده و قیمت بیت کوین کاهش پیدا میکنه. این موضوع سبب کاهش تمایل ماینرها به ادامه فعالیت خواهد شد. این اتفاق مجدداً به کاهش بیشتر امنیت نتورک دامن میزنه. این روند همینطور ادامه پیدا کرده و همه آسیب میبینن. ممنونم که تا پایان ویدیو همراه ما بودید. نظر شما در مورد سلفیش ماینینگ چیه؟ آیا شما تا حالا از این روش استفاده کردید؟ ممنون میشم نظراتتون رو در بخش کامنت ها بنویسید. تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار.